اما 75مین دوره جشنواره فیلم کن شنبه شب تگ مراسمی با اعلام بهترین های بخش های مختلف به کار خودش پایان میده. دو فیلم ایرانی هم در بین 20 فیلم بخش مسابقه جشنواره امسال رقابت میکنند که روزهای قبل در موردش به تفصیل براتون گزارش هایی رو پخش کردیم. به فرانسه میریم تا با لیلی نیکفر خبرنگار آزاد که برای پوشش این جشنواره برای صدای آمریکا به شهر کن سفر کرده بریم. لیلی برای ما از روند مراسم اعلام رأی در روز آخر جشنواره بگو. خب اینجا در روی فرش قرمز فستیوال کن ما منتظریم که تا دقایق دیگه عوامل فیلم ها بیان. همونطور که میبینید پلیس هایی که برای آغاز این فرش قرمز برای برقراری امنیت و اعلام امنیت اینجا اومدن دارن در واقع اون رژه مخصوصشون رو انجام میدن. از طرفی خب ما میدونیم که هیئت داوران که آقای اصغر فرهادی کارگردان ایرانی هم در بینشون هست تصمیم خودشون رو در مورد کسایی که قرار جایزه بگیرن در این جشنواره گرفتن اما به صورت عمومی اعلام نکردن. اما رسم جشنواره این هست که فیلم هایی که قرار جایزه بگیرند رو بهشون اطلاع میدن که تمام عوامل فیلمتون تیمتون دعوتن به اختتامیه و اونها اگر از کن برگشته باشن به کشورهاشون دوباره سفر میکنن و خودشون رو به کن میرسونن. اونطور که ما شنیدیم عوامل هر دو فیلم ایرانی هم عنکبوت مقدس و هم برادران لیلا به این اختتامیه دعوت شدن. حتی آقای سعید روستایی رو در واقع در این کاخ جشنواره امروز یکی از دوستان ما دیده. خب پیشبینی منتقدان چی بوده لیلی؟ پیشبینی منتقدان من اشاره کنم به اون چیزی که در مورد فیلم های ایرانی پیشبینی کردن. مثلا کلیتون دیویس منتقد سینمایی در مجله ورایتی نوشته که احتمالا نخل طلای بهترین فیلم که بزرگترین و مهمترین جایزه این جشنواره هست رو عنکبوت مقدس از آن خودش خواهد کرد. او گفته که حتی اگر نخل طلا رو دریافت نکنه این فیلم، دو بازیگر اصلی این فیلم یعنی خانم زهرا امین ابراهیمی و مهدی بجستانی این شانس رو دارن که در واقع جایزه های بهترین بازیگر مرد و زن رو دریافت کنن. از طرفی در روزنامه گاردین هم در واقع یک منتقدی نوشته، آقای پیتر بردشار نوشته که احتمال میده که جایزه بهترین کارگردانی رو فیلم برادران لیلا ساخته آقای سعید روستایی دریافت کنه. بله سپاسگزارم از تو لیلی نیکفر خبرنگار آزاد از کن فرانسه.